دوستان گرامی، لکسیون 279. لیبه لویته، لیبه فرویده، ویر زتسن دی لکسیونن فورت. در درس قبل بهتون گفتم زیش ترفن. زیش ترفن اگر رفلکسی باشه معمولا از قبل برنامه‌ریزی شده. معمولا نباید از قبل برنامه‌ریزی شده باشه. و گفته باشیم مثلا ما فردا هم دیگر رو میبینیم، بعد میریم یه جا هم دیگر رو ترفن میکنیم. زیش ترفن. وی هام اونست. گفتیم بهتره با ویه بگیم. حالا ایش هم میتونید بگی ایش هابه میش میت یه من دم گتروفن. یه من دن ترفن در واقع یعنی به کسی برخورد کردن. در حال ترفن ما معنی ملاقات کردن میکنیم. ولی در واقع یه من دن ترفن یعنی یه نفر رو ملاقات میکنید. تو خیابون دارید میرید یه نفر رو ملاقات میکنید. انگار یه برخوردی بهش میکنید. حالا یه سلام علیک کوچیک میکنید و میرید. یعنی سوفلیش. بیشتر اینو حالت سوفلیش به کار ببرید. یعنی اتفاقی بوده. تصادفی. هرچند این میتونه معنی اینجوری هم بده ولی گفتیم اینو معنی این بدیم برای این موقع به کار بریم که از قبل هماهنگ شده باشه اینو بگیم همینجوری یه نفر رو ببین میتونیم بگیم ایش هابه این auf der Straße gesehen اینجوری هم میتونیم بگیم من اون را تو خیابون دیدم ایش هابه این auf der Straße getroffen ایش هابه این in der Stadt getroffen oder gesehen zufällig gesehen zufällig getroffen همش این دوتا هم درستن با sehen هم میتونید بگید ولی خب این فعلا وجود داره و استفاده میشه بنابراین باید ما هم یاد بگیریم یه فعلی که با ایست هست یعنی وقتی میخواییم پرفکتش رو بگیم باید با ایست بگیم با زاین بگیم در واقع دوستان کیفیت صدایی کم پایین هست ولی با این حال قابل دنبال کردن هست یک من بچه یعنی برخورد کردن یکن یعنی برخورد کردن این تخفن هم یعنی برخورد کردن و ملاقات کردن حالا هر دو رو با هم بگیم این به یک من معنی اینو میده بچه ها یعنی از قبل مشخص نشده دارید تو خیابون راه میرید یه دفعه برخورد میکنید به یه نفر دوست قدیمی به معلمتون به یه بچه به هم کلاسی قدیمیتون به یه نفر برخورد میکنید به یه نفر دقیقا هم ببینید حالت داتیو داره یه من دم کس به کسی برخورد کردن یا با کسی یا چیزی روبرو شدن در واقع یه نفر رو میبینید در واقع اینجوری هم میتونید بگید با ذهن بگید درسته ولی من میخوام این فعل رو الان باهاتون کار کنم که من زیاد از این فعل استفاده نمی کنم من اگه بخوام استفاده کنم اینو میگم ولی خب این فعلی هست که چون چرا استفاده نمی کنم به دو دلیل یکی که داتیو داره یعنی حالت مفعولش داتیو هست الان مثال میزنم و اینکه با زاین باید بگیم گذشتهشو بخوام بگیم مثلا من یه نفر رو دیروز تو خیابون همینجوری دیدم این اشتاد کلا ایکابه این حالا در رو getroffen فلش getroffen یه دفعه دیدم خب معمولا وقتی ترفن میگید یک صحبت کوچولویی هم ممکنه کرده باشید میدونید حالا اگر ناگهانی هم باشه میتونه اون صحبت هم جزش باشه ولی اگر بگیگنت باشه یعنی برخورد کردید باشه حتی نباید رفته باشید دست داده باشید صحبت کرده باشید شاید مثلا حالا برخورد کردید بعد رفتید یکم صحبت هم کردید میشه اینا رو به جای هم دیگه به کار برد میدونید ولی یه ذره این فرق می‌کنه دقیقاً برخورد کردنه پس این قرار قبلی میبینید که نداره حالت اینو داره حالت زیش نداره زیش اگه باشه زیش ترفن قرار قبلیه خب مثلا ایش بین باید با بین بگیم ایم گگنت با اون برخورد کردم من با اون پسر برخورد کردم در این موارد من بین رو نمیخوام بگم معمولا اگه گذشته بخوام به کار ببرم از گذشته پرتقیتوم استفاده میکنم در واقع گذشته ساده دیگه بین نخوام بگم بگگنت ایم اینجوری میگم مثلا ایش بین گگنگن گگنگن میتونم بگم ایش گینگ اینجوری میتونم بگم ایش هابه میتونم بگم ایش آبایتت این قبلا داشتیم بهتون گفته بودم بگم مثلا ایش آبایتت اینجوری بگم دیگه نمیخواد بدونم که خب یه آبایتت با ایش بین او در ایش هابه خب اینو دیگه نمیخواد بدونم مستقیم میگم خب این حالتی که حالت گذشته ساده باشه یعنی به این شکل باشه معمولا تو نوشتار بیشتر به کار میاد اینا تو گفتار بیشتر به کار برده میشه دلیل نداریم که حالا بگیم نوشتار این دیگه اگه گفتار گفتید غلطه یا نمیفهمن نه درسته یا ایشگینگ اینم درسته ولی ایشپینگ گانگن اینو بیشتر میگن تو روزمره ولی ایش بگگنته اینو من اینجوری بگم که دیگه بین نخوام بگم من برخورد کردم با اون میدونید میخوام یکم کارتون رو راحت کنم به نظر من استفاده
نیاز نیست بکنید از این فعل. Habe ihn gesehen. فعلش gesehen. اینجوری بگید. خب. پس میبینید که jemandem treffen begegnen مساویه با jemanden treffen. حدودن. حدودن مساویه. ما دیگه زیاد نمیخوایم وارد جزئیاتشون بشیم. آها نه نه وایسا اون کجاش فرق میکنه. دقیقا این معنی فارسیش همینه. به کسی برخورد کردن. تو خیابون داری میری به یه نفر برخورد میکنی. این هم میتونه همون معنی بده ولی حالا یکم ممکنه یکم صحبت هم بکنید حالا. یه ملاقاتی هم صورت گرفته باشه حالا. اینجوری. خب. بعضی از آدم هم تو زندگیشون با یه آدم های خوب برخورد میکنن یا با آدم های بد برخورد میکنن. فره برخورد کردن به گیگنن مثلا. و چطوریه که مثلا آدم با یه سری آدم ها برخورد میکنه؟ آیا این برخوردهایی که ما میکنیم با آدم ها اتفاقیه؟ توفلیش هست واقعا؟ یا یه چیزی هست اونجا که ما در واقع خبر نداریم؟ یه ممکنه یه قانونی باشه که چرا این اومد من دیدمش مثلا؟ خب دیگه بحث فلسفی نمیخوایم بکنیم. یه تمرین بهتون میدم تا درس بعد. چیز؟